بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و وقت بخیری دارم خدمت شما شاگردان عزیز. امیدوارم که سالم و تندرست و صحتمند باشیم و جلسه 12 قرار آغاز کنیم از فیزیک صنف 11. در جلسه قبلی ما و شما فصل اول به پایان رسوندیم در رابطه به انتخاب مرکز دوران و همچنین مختصات مرکز کتلوی. به جلسه قبلی ما و شما موضوعاتی خوندیم، مثالهایی کار کردین و امروز با شما فصل دوم را آغاز میکنیم. فصل دوم نوعی از حرکتهای ما به ما و شما معرفی کنه و این حرکتهای عبارت از حرکتهای یک بودی هست. حرکت های یک بودی عبارت از حرکت هایی که به یک جهت در حرکته و مسیر حرکت خود تغییر نمیده. حرکت های یک بودی را حرکت های یک نواخت هم میگن، حرکت های خطی هم میگن، یعنی مسیر حرکت روی خط مستقیمه. و به فصل دوم ما و شما بیشتر روی این و حرکت ها موضوعات رو بخونین و از هر کدوم هم انشاءالله و تعالی مثال های کار کنین. پس انشاءالله فصل دوم شروع میکنیم و این فصل به کدوم قسمت علم فیزیک ارتباط میگیره؟ سینماتیک بخشی از علم فیزیکه که حرکت اجسام بدون در نظر داشت عاملی رو بررسی میکنه. حرکت اجسام بدون در نظر داشت عامل. خب چی چیزی سبب میشه تا یک جسم حرکت کنه؟ یعنی عامل حرکت یک جسم چیه؟ قوه. پس به این بخش چی در نظر گرفته نمیشه؟ قوه در نظر گرفته نمیشه. یعنی به حرکت هایی که مربوط میشه به علم سینماتیک، در اون حرکت ها قوه مورد بس نیه و عامل حرکت مد نظر گرفته نمیشه. بعضی از موضوعات تعریفی داریم که انشاءالله و تعالی اینا رو با شما میخونیم. اول، حرکت و سکون. اگر جسم با گذشت زمان موقعیت خود نظر به مبدا تغییر داد، با گذشت زمان موقعیت خود را نظر به مبدا تغییر داد، پس این جسم چه کاره؟ در حال حرکته. اما اگر جسم با گذشت زمان موقعیت خود نظر به مبدا تغییر نده، این جسم در حالت چیه؟ سکونه. یعنی حرکت انجام نداده. فرق بین از اینا اینه که به حالت حرکت زمان سپری میشه و جسم هم چه کار میکنه؟ موقعیت خود تغییر میده، پس این شد حرکت. اما در سکون زمان سپری میشه اما جسم موقعیت خود تغییر نمیده، پس این میشه سکون. ابعاد حرکت. ما و شما حرکت میتونیم در چند حالت بخونیم. یک حرکت میتونه یک بعدی باشه، یعنی روی خط مستقیم حرکت کنه. یک نوع حرکت، حرکت دو بعدیه که روی یک صفحه. خب صفحه بچه دارای چیه؟ دارای طول و عرضه. یا ای که ما و شما اگر سیستم مختصات قائم در نظر بگیریم، یک بودی که هست، حرکت یک بودی روی خط مستقیم از موقعیت ا به موقعیت بی تغییر مکان میده، مسیر یا خط مستقیم، و این میشه یک بودی. اما حرکت دو بودی که هست، به روی صفحه در نظر گرفته میشه یا روی مستوی در نظر گرفته میشه یا سیستم مختصات قائمه که ما و شما داریم، یعنی در دو بود جسم مرکز میکنه، روی محور X با حالت افقی و با حالت عمودی. همچنین میتونه حرکت سبودی هم باشه. حرکت سبودی به کجا مطالعه میشه؟ در فضا. پس ما و شما چند نوع حرکت میتونیم داشته باشیم؟ سه نوع حرکت. حرکت یک بودی که مسیر حرکت خط مستقیم، حرکت دو بودی که روی صفحه یا مستوی، و همچنین حرکت سه بودی که در فضا صورت میگیره. حرکت یک بودی ساده ترین نوع حرکته که مسیر این حرکت یک خط مستقیمه و میتونه نظر به زمان موقعیت خود چکار کنه؟ تغییر بده.
پس این میشه حرکت یک بودی. حرکت یک بودی تابع زمانه. اگر جسم زمان بیشتر طی بشه، جسم چکار میشه؟ موقعیت بیشترتر یا فاصله بیشترتر میپیمایه. و موضوعات بعدی که داریم وکتور مکان و وکتور تغییر مکان. وکتور مکان عبارت از وکتوریه که در هر لحظه موقعیت جسم رو به ما مشخص میکنه. یعنی ما و شما موقعیت یک جسم رو توسط چی مشخص میکنیم؟ یک وکتور. و او وکتوری که میایه مکان یا موقعیت جسم رو مشخص میکنه به او میگن وکتور مکان. و موضوع بعدی وکتور تغییر مکانه. وکتور تغییر مکان همیشه میایه نقطه شروع حرکت به نقطه انجام یا پایان رو وصل میکنه. مثل گرافی که ما و شما داریم، یک جسم در ابتدا موقعیتی رو به نقطه ا بوده و وقتی ما و شما قرار ایر نشون بدیم موقعیت اور توسط چی رسم میکنیم؟ نشون بدیم موقعیت اور توسط وکتور موقعیت. وکتور موقعیت میه چه کار میکنه؟ در هر لحظه موقعیت جسم مشخص میکنه. پس در ابتدا ای بوده در نقطه ا و ما ایر با آر یک نشون دادیم. بعد همین جسمی که به نقطه ا قرار داشته انتقال میکنه به موقعیت به نام بی. پس اگر دوباره بخوایم موقعیت از این مشخص کنیم، بازم توسط یک وکتور نشون بدیم و اسم از این میگذاریم آر دو. پس این بوده موقعیت اولی که توسط وکتور آر یک نشون داده شد و این بوده موقعیت دومی که توسط وکتور آر دو مشخص شد. پس اینا هر کدوم عبارت از وکتور مکان یا موقعیته. وکتور تغییر مکان چه کار میکنه؟ وکتور تغییر مکان میایه موقعیت اولی جسمر به موقعیت آخری که قرار گرفته چه کار میکنه؟ وصل میسازه و این میگم وکتور تغییر مکان. وکتور تغییر مکان معمولا تغییر در معادلات به دلتا نشون داده میشه. پس وقتی میگیم تغییر مکان و خود وکتور مکان به چی نشون داده میشه؟ آر. پس این میشه تغییر و این میشه وکتور مکان. پس وقتی ما و شما تغییر مکان ما این نشون بده میشه دلتا آر. دلتا آر میشه چی؟ تغییر مکان جسم. و چه کار میکنه؟ موقعیت اولی به موقعیت آخری رو چه کار میکنه؟ وصل میسازه. و وقتی ما و شما میگیم که وکتور تغییر مکان میایه موقعیت اولی به موقعیت آخری وصل میسازه، خود دلتا یعنی تغییرات. وقتی میگیم دلتا آر یعنی تغییرات آر و آر هم چی بوده؟ موقعیت یا مکان. پس میتونیم ما و شما دلتا آر به این حالت هم بنویسیم، خود دلتا آر یعنی تغییرات. پس به چی حالت میتونیم بنویسیم؟ میشه آر دو منفی آر یک، موقعیت دومی منفی موقعیت اولی. قرار سوال کار کنیم و این سوالات از کتاب شما گرفته شده. اولی، موقعیت متحرکی در دو لحظه تی یک و تی دو بالترتیب آر یک و آر دویه. یعنی ما متحرک داشتیم که در یک زمان به یک موقعیت و در زمان بعدی به موقعیت دیگه قرار گرفته. اگر اندازه هر یک از وکتورها به ترتیب 6 متر و 8 متر و زاویه بین آنها 90 درجه باشد، اندازه تغییر مکان بین این دو لحظه چقدر است؟ مشخصاتی که به ما و شما داده، یک متحرک یک و در دو زمان به دو موقعیت مختلف قرار داره. و گپ بعدی اینه که برای ما و شما اندازه هر وکتور داده، وکتور مکان،
و از ما و شما چی خواسته؟ اندازه تغییر مکان خواسته. بین این دو وکتور مکان هم زاویه چند درجه قرار داره؟ 90 درجه. وقتی ما و شما سیستم مختصات قایم رسم میکنیم، موقعیت جسم 1.6 متره 1.8 متر. فرض میکنین که آر 1 که موقعیت جسم بوده 6 متر یا 8 متر تفاوت نداره، 8 متر و آر 2 بوده 6 متر و زاویه بین این دو وکتوری که موقعیت رو نشون میده 90 درجه. از ما و شما چی خواسته؟ تغییر مکان بین این دو حالت. خب شاگردای عزیز، میم و شما وکتورهای مکان رسم میکنیم و فاصله هم که طی کرده مشخص میکنیم. یک روی محور X طی کرده فاصله و یک روی محور Y. از کجا فهمیدیم؟ از زاویه بین اینا که گفته چند درجه؟ 90 درجه یا قائمه. اگر ایر بگیم آر یک، پس اندازه میشه چنده؟ 8 متر. و اگر ایر بگیم آر دو، چند متر اندازه؟ 6 متر. و اینا هر کدوم برای ما و شما موقعیت جسم رو چکار میکنن نشون بده. حالا وقتی ما و شما ما این تغییر موقعیت رو نشون بده، گفتیم تغییر موقعیت چکار میکنه؟ ابتدار به انجام وصل میکنه. پس یعنی این قسمت میشه تغییر موقعیت و میشه چی؟ دلتا آر. وقتی ما و شما نگاه میکنیم میبینیم یک مثلث قائم الزاویه رسم شده. پس برای دریافت تغییر مکان از این چکار میکنیم؟ از قضیه فیثاغورس استفاده میکنیم که در مثلث قائم الزاویه کار میشه و میشه دلتا آر مساوی به آر یک مربع جمع آر دو مربع زیر جذر. این قضیه فیثاغورسه. دلتا آر مساوی به آر یک مربع اش مربع، اش متر مربع، آر دو مربع 6 متر مربع و بازم زیر جذر قرار داره. دلتا آر یعنی تغییر مکان مساویه به اش مربع 64 متر مربع میشه جمع 6 مربعش 36 متر متوان دو باشه خود متر مربع. اینا داخل جذر جمع کنیم، پس دلتا آر مساویه به 64 با 36 جمع شه 100. از متر مربع هم یک نوشته میشه. دلتا آر مساویه به 100 که از جذر خارج بشه جذر مربع 10 و متر مربع هم توان با درجه جذر رفع میشه، میشه چی؟ 10 متر. پس هر وقت که به ما و شما بحث زاویه 90 درجه بیان شد چکار میکنیم؟ خیلی راحت از چی استفاده میکنیم؟ از قضیه فیثاغورس. که قضیه فیثاغورس چی میگه؟ مربع وتر مساوی به مجموع مربعات اضلاع قائم. و سوال بعدی، در شکل ذیل مسیر حرکت متحرک روی یک منحنی ابی نشان داده شده. یعنی از موقعیت ا چه کار کرده؟ به موقعیت بی منتقل شده. وکتور تغییر مکان یعنی موقعیت بین دو لحظه ا و بی را رسم و قیمت را به دست بیاریم. خب شاگردای عزیز، وقتی ما شما به این سوال میبینیم چه کار کرده؟ موقعیت جسم روی سیستم مختصات قایمه. وقتی نگاه میکنیم جسم در ابتدا به کجا قرار داشته؟ به نقطه ا. و وقتی به نقطه ا قرار داره یک فاصله روی محور X طی کرده و یک فاصله روی محور Y طی کرده. همچنین نقطه B هم به همین حالته. چه کار کرده؟ فاصله روی محور X طی کرده و فاصله روی محور Y طی کرده. پس وقتی ما و شما ماییم، از ما و شما چی خواسته ای؟ گفته که وکتور تغییر مکان یعنی تغییر موقعیت بین دو نقطه ا و بی چه کار کنیم؟ پیدا کنیم. بازم روی محور X فاصله طی کرده و روی محور Y و زاویه
درجه بین از اینا میشه چند درجه؟ 90 درجه. تفاوت اینه که ما و شما برین قیمت X پیدا کنین و قیمت Y پیدا کنین. یعنی سوال قبلی برای ما و شما اندازه آر داده بود، آر یک چند متر، آر دو چند متر، اما این جگاه برای ما و شما اندازه آر نداده. وقتی ما و شما سیستم در نظر میگیریم، شما شکل واضح میبینیم نقطه ا به این موقعیت قرار داره و نقطه B به این موقعیت قرار داره. نقطه ا روی محور X چقدر فاصله طی کرده؟ 2 متر. و نقطه B، نقطه ا روی محور Y چقدر فاصله طی کرده؟ 3. نقطه B روی محور X 5 و نقطه B روی محور Y 7. پس ما و شما شاگردای عزیز و مسیر حرکت از این به ایالت بوده، یعنی از موقعیت A رفته به موقعیت B. ما و شما میگره یعنی این مد نظر گرفته نمیشه. خب اینجا چند بوده؟ 2 تا. و روی محور Y هم این قسمت در نظر گرفته نمیشه. ما و شما کدوم قسمت به کار داریم؟ از A تا به B. از A تا به B یک انتروال روی محور X و یک انتروال هم روی محور Y. یک را اینه که بیاین از 2 شروع کنیم به شمارش تا به 5، میشه 3، میشه 4 و میشه 5. پس 1, 2, 3 و روی محور Y 3 تا به 7 میتونیم بشماریم. یا ای که روی محور X و ای هم روی محور Y، با شما چی پیدا میکنیم؟ دلتا X پیدا میکنیم. دلتا X میشه بزرگ منفی کوچک 5 منفی 2. یا میتونیم به این حالت بنویسیم دلتا X مساویه به X1 منفی X0، یعنی X بزرگتر منفی X کوچکتره. پس دلتا X میشه 5 منفی 2 3. روی محور Y دلتا Y کار میکنه. دلتا Y مساویه بزرگترین قیمت 7 منفی کوچکه و 3. 7 منفی 3 میشه چی؟ 4. و وقتی ما شما میبینیم واحدی که استفاده کرده چیه؟ متره. و همچنین روی محور Y هم چیه؟ متره. پس 5 متر منفی 2 متر میشه 3 متر و 7 متر منفی 3 متر هم میشه 4 متر. یعنی این متحرک روی محور X چقدر فاصله طی کرده؟ 3 متر و روی محور Y 4 متر. گفتیم به این موقعیت قرار داشته و به این موقعیت تغییر مکان داده. پس این موقعیتی که اینجا ما و شما خط میزنیم ارتباط نداره به تغییر مکان. پس بازم چه کار کردیم؟ روی محور X شد، روی محور Y شد. روی محور X و Y زاویه بین اینا چند درجه؟ 90 درجه. و بازم اگر ما و شما بخوایم تغییر مکان پیدا بکنیم چه کار میکنیم؟ روی محور X قرار داره روی محور Y به این حالت. روی محور X 3 متر و روی محور Y 4 متر. پس ما و شما وقتی قرار کار بکنیم زاویه بین اینم چند درجه؟ 90 درجه. دقیقا میشه مانند سوال قبلی که از قضیه چی کار کرده؟ از قضیه فیثاغورس که دلتا R مساوی بود به، حالا اینجا چون دلتا X و دلتا Y داریم اونجا R یک R دو داشتیم، دلتا X مربع مثبت دلتا Y مربع زیر جذر قرار داشت. دلتا R نباید زیر جذر باشه، فقط اینه که جمع شده. پس دلتا R مساوی دلتا X 3 متر مربع جمع دلتا Y 4 متر مربع بازم زیر جذر. یعنی کاملا مانند سوال قبلی شد. دلتا R مساوی 3 مربع 9 متر مربع 4 مربع 16 متر مربع. پس دلتا R مساوی 16 و 9 25 متر مربع. از متر مربع یکه. پس دلتا R مساوی 25 از جذر خارج چه 5 متر مربع توان با جذر رفع میشه، میشه متر. دوباره روی شکل شاگردای عزیز
موقعیت جسم به نقطه ا بود. از اول به کجا بوده؟ به نقطه ا. یعنی به این فاصله ها ربط نداره. از نقطه ا به نقطه B حرکت کرده. پس به اینجی یک انتروال روی محور X داریم و به این قسمت هم روی محور Y داره. این قسمت هایی که ما و شما خط خطی کردیم گفتیم اینا در نظر گرفته نمیشه. یعنی ما کار نداریم که اینجی پنج بعد از اینجی شروع کنیم. نه خیر. جایی که موقعیت نقطه A رو محور X دو رو محور Y سه. موقعیت نقطه B رو محور X پنج رو محور Y هفت. وقتی ما و شما آمدیم دلتا اکس رو پیدا کردیم دلتا وای، مانند سوال قبلی چه کار کردیم؟ این کار کردیم. و این سوال هم سوالی بود که به کتاب ما و شما قرار داشت. و دو موضوع بعدی که داریم، یک سرعت داریم یک تیزی. کاملا اینا رو به صنف نو شما بخوندیم. فقط سوال ها اینا ماننده همدگه کار میشه. به تعریف اینا یک تفاوت خیلی کوچکی وجود داره. تغییر موقعیت نظر به زمان را سرعت گوین. تغییر موقعیت نظر به زمان. فرمولی وی مساویه به اکس بر تی و واحدی هم میشه متر بر سکند. اما تیزی فاصله طی شده نظر به زمان را میگن تیزی. اس مساویه به دی بر تی. یعنی در سرعت وی مساویه به اکس بر تی یا دی بر تی و در تیزی اکس بر تی. اینا تعریف های نظم دیگر چکار متفاوته. واحد هر دو تا هم سرعت و هم تیزی متر بر ثانیه یه. و موضوع سرعت متوسط در حرکت های یک بودی. تا به این قسمت شاگردای عزیز جلسه امروز به پایان میرسونیم. بازم نکاتی که خیلی با اهمیتر با شما مرور میکنین و انشاءالله جلسه بعدی از این عنوانی که نام بردیم با شما کار میکنیم. گفتین که فصل دوم بیشتر موضوعاتی که قابل بحثه حرکت های یک بودیه. حرکت یک بودی رو با شما تعریف کردیم که مسیر حرکت روی خط مستقیمه. یعنی جهت خود تغییر نمیده، روی یک خط مستقیم در حال حرکته. حرکت و سکون تعریف کردیم، گفتیم که حرکت با گذشت زمان موقعیت تغییر میکنه، اما سکون با گذشت زمان موقعیت رو تغییر نمیکنه. و ابعاد حرکت رو گفتیم که به سه دسته بود: یک بودی، دو بودی و سه بودی. یک بودی روی خط مستقیم، دو بودی روی صفحه و سه بودی هم در فضا. بعد آمدین با شما وکتور مکان، وکتور تغییر مکان رو تعریف کردین و سوالاتی هم کار کردین. انشاءالله به جلسه بعدی با شما سرعت متوسط رو آغاز میکنیم. و شاگردای عزیز، این بود موضوعاتی که ما و شما به این جلسه خوندیم. تا جلسه بعدی که من خدمت شما قرار میگیرم، شما رو به الله پاک و منان میسپارم.